جومونگ و سوسانو، آمیتا پاچان، جکی چان، شاهروخ خان، مجری برنامه کلید اسرار، یانگوم، استاد ای و بازیگر نقش اوشین. میدونم که خیلیاتون دوست دارید بدونید الان اینا کجان، چیکار میکنن و چند سالشونه. من تو این ویدیو براتون این کارو کردم. لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفن یادتون نره. شماره یک جومونگ سونگیلگوگ زمان سریال جومونگ 34 سالش بود اون الان 51 سالشه جدیدترین عکسهایی که ازش گرفته شده ایناست آخرین سریالش همطور که باید اکثرتون بدونید مربوط به سال 2016 میشه سریال جان شیر که داخلش نقش یک دانشمند باهوش اما به شدت کتک خورو بازی میکنه از بعد اون سال به بعد دیگه اثری ازش تو سینما و سریالهای تلویزیونی نیست آخرین بار توی سال 2022 یه گزارش که اون توی یک تئاتر به نام خیابان 42 حضور داشته از پستای پیج اینستاگرامش مشخصه که سخت مشغول بزرگ کردن و تربیت سه تا پسرشه برنامه خیلی خاصی هم فعلا واسه بازی کردن سریال و فیلم نداره و به نظر میاد که حالا حالا ها خبری ازش تو سینما و سریال های نباشه تقریبا دیگه باید اونو عضوی جدا شده از فیلم و سریال های بدونیم شماره دو بریم سراغ بانو با هان هایجین آخرین تصویری که از اون به یاد دارید زمانی بود که اون یک دختر 24 ساله بود توی سریال جمونگ ولی اون الان 41 سالشه برعکس سونگیلگوک گوک اون به شدت پرکاره اون توی همین سال 2023 توی سریال حضور داشته به نام وکیل طلاق شین که چهرهش الان این شکلی شده که به نظرم نسبت به سونگیلگوک تغییر چهرهش کمتر بوده <تصفح> <تصفح> خیلی ها اینو نمیدونن که اون توی سال 2013 با حافک مطرح تیم فوتبال کره جنوبی کیسون ازدواج میکنه اونایی که فوتبالیان باید بشناسن کیسون و سالها توی لیگ جزیره توی تیمایی مثل سوانسی ساندرلند نیوکاسل بازی کرد اونا هنوزم توی تعهد با همن و یه دختر دارن البته همسرش چند سالیه که از فوتبال کنار کشیده و فعلا تیمی نداره گذر زمان رو این همون زنیه که یه روزی پسر توی ایران به خاطرش اقدام به خودکشی ناموفق میکنه الان اون پسره رو ببینم بهش عکس سوسانا رو نشون بدم بگم الان نظرت چیه شماره سه آمیتا پاچان مگه میشه کسی این پیر مرد 80 ساله رو نشناسه یکی از سر ترین مردای 80 ساله ای هست که تو عمرم دیدم آخرین تصویری که ازش دیدیم توی مراسم قبل بازی تیمای پاریس و منتخب النصر رو الهلا توی عربستان بودش فکر کنم وقتی اسمش میاد همه اونو به نقش یک پدر پیر و مهربون و دلسوز میشناسن به نظرم معروف ترین فیلماش بین ما ایرانیا ها، فیلم های باغبان و فیلم امو بوتنات هستش بین خیلی ها بحثی که آیا اونو باید موفق ترین بازیگر تاریخ آسیا دونست یا جکی چانو آمیتا با این سن و سال هنوزم توی فیلم های هندی به شدت فعاله حتی از الان میدونیم که اون میخواد توی سال 2025 توی نسخه دوم فیلم هندی خاکی بازی کنه به نظر میرسه حالا حالا این پیرمرد 80 ساله نمیخواد از سینما دست بکشه شماره چهار جکی چان جکی هم پیرمرد شده چیزی نمونده که 70 ساله بشه همین چند روز پیش یه ویدیوی مفصل ازش ساختم اگه ندیدید لینکش بالای صفحه هست جکی همین آمیتا پاچان به شدت هنوز فعاله توی همین سال 2023 توی فیلم رایدان حضور داشته. جایی که خیلی از بازی جکی ابراز ناامیدی کرده بودن گفته بودن اون دیگه نمیتونه مثل قبل بدرخشه و بدلکاری نمیتونه انجام بده مدل فیلم های جکی برعکس آمیتا پاچان جوریه که هرچی سنش بالاتر میره تواناییاش کمتر میشه ولی انصافا خودمونی با این سن و سال هنوزم بدن سالمی داره نظر منو بخوای به نظرم توی رقابت بین آمیتا پاچان و جکی جکی جلوتره و من اونو با اختلاف بهترین بازیگر تاریخ آسیا میدونم سال 2020 24 هم قرار فیلمی به نام لجند بیاد که جکی توش حضور داره حالا حالا ها فعال دیگه بهتون قول میدم حداقل تا ده سال آینده توی سینما هست شماره پنج شاهروخان شاهروخان هم یکی دیگه از بازیگران افسانهای و خاطرانگیز بین ما ایرانیاست که خیلی از شرایط الانش بیخبرن اون الان 58 سالشه سه تا بچه داره البته بچه سومش داستان سرش چون میگن از رحم همسرش نبوده که حالا خیلی مفصل این موضوع نمیخوام توی این ویدیو بهش بپردازم شهرت اون توی هند و آسیا خیلی زیاده از بعد سال 2018 و فیلم زیرو چهار سال بود که ازش هیچ خبری نبود ولی توی سال 2020 شاهروخان بعد چهار سال دوری از سینما با فیلم پاتان به سینما برمیگرده و با این فیلم موفق به شکستن رکوردهای زیادی از جمله بزرگترین فروش روز اول تاریخ بالیوود میشه اینقدر شاهروخان محبوبه و اینقدر مردم هند منتظرش بودن که بلافاصله بعد انتشار پاتان این فیلم تبدیل به دومین فیلم پرفروش تاریخ بالیوود میشه خیلی آمار عجیبیه من خودم حقیقت نمیدونستم که محبوبیت شاهروخان در این حده شماره 6 مجری برنامه کلید اسرار نمیدونم بچه های نسل جدید برنامه ترکیه کلید اسرار رو میشناسن یا نه از اسمش مشخصه روند برنامه جوری بود که یه نفر یه کار اشتباه یا ظلمی و میکرد و بعدش تاثیرش رو توی زندگیش و خانوادهش میدید که پرونده این برنامه بعد پنج فصل حدوداً چل قسمتی توی حوالی سال 2010 برای همیشه بسته میشه ولی خیلی ها این برنامه رو به مجریش میشناختن آقای زهدی رها ایشون الان 54 سالشونه از سال 2012 به بعد دیگه خبری ازش تو برنامه های ترکیه و تلویزیونی نیست واقعا پیر شده تا جایی که میدونم توی چنل یوتیوب به نام رین به صورت تیمی مشغول به کاره و اگه اشتباه نکنم این خانومی هم که توی این چنل باش کار میکنه احتمالا همسرشونه جالب بدونید که موضوع این کانال هنوزم در مورد کمک کردن و کارهای خیر و معنوی و این چیزاست این نشون میده زهدیره ها واقعا تو فاز کمک کردن و این چیزا بود. و صرفاً توی کلید اسرار نقش بازی نمی کرده. شماره هفت یانگون هنوزم که هنوزه جز پردرآمدترین بازیگران زن کره حساب میشه. اون الان 52 سالشه و همچنان سخت فعاله. اکثر فعالیتش توی سریال های تلویزیونی بوده. توی همین سال 2023 تو سریالی بازی کرد به نام استاد توی کره اونو به دست به خیر بودنش میشناسن و به این موضوع معروفه نشده اتفاقی توی دنیای کره بیفته و اون به مردم اون ناحیه کمک نکرده باشه لیونگ توی دو سه سال اخیر نزدیک 500 میلیون وون کره به مردم کمک کرده. جالبه بهتون بگم که چندین سال پیش توی داستان زلزله کرمانشاه توی ایران اون 50 هزار دلار بهمون کمک کرد. خلاصه که اون هنوزم به شدت پرکاره و به نظر میرسه که حالا حالاها اونو توی سریالای کره ای میبینیم. شماره 8 استاد ایب. منظورم از استاد ایب شخصیت بازیگرشه. در مورد خود شخصیت تاریخی استادی بعدا براتون یک ویدیو مفصل میسازم اما قطعا خیلیاتون باید نسخه های فیلم های ایپمن بشناسید و شخصیت بازیگرش خوشتون اومده باشه و ازش بی اطلاع باشید آقای ین بازیگر هنگکنگی نقش استادیب الان 59 سالشه اون توی زندگی واقعیش ورزشکار قهار و به مهارت رزمی واقعا مسلطه جالبه تو بگم که اون امسال تو سال 2023 به عنوان نماینده بخش ادبیات و هنر چین معرفی میشه حالا چرا جالبه چون این نقش سالها بود که دست جکی چان بود و عملا یه جورایی داره توی این زمینه جای جکی رو میگیره و کلا خیلی آدم عجیب و جدیه خیلی تاکید داره که فیلمایی که بهش پیشنهاد میشه نباید شخصیتش رو زیر سوال ببره و حتما باید اون فیلم در راستای معرفی سنت چینی باشه کلا بازیگر خیلی خاصیه من فیس و اخلاقش خیلی خوشم میاد شماره 9 و در نهایت آخرین مورد بازیگر نقش اوشین یوکو تاناکا بازیگر نقش دوران جوانی اوشین الان نزدیک به هفتاد سالشه اون هنوزم که هنوزه توی عرصه فیلم های سینمایی ژاپنی فعاله شادم براتون جالب و عجیب باشه که بگم اون توی دوران جوونیش فیلم به شدت سحنداری رو بازی میکرد فیلم که با شخصیت سریال اوشینش زمین تا آسمون فرق میکنن بر صورت همراهان دوست داشتنی ترفن امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفن یادتون نره تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون